با سقوط دولت جمهوریت و حاکمیت طالبان در 15 آگست 2021، فضا برای فعالیت رسانه‌های آزاد و آزادی بیان به یک بارگی دیگرگون شد. طالبان در نخستین روزهای حضورشان در کابل به سراغ رسانه‌ها رفتند و به تدریج اعمال فشار بر رسانه‌ها را برای تغییر سیاست نشراتیشان آغاز کردند. دستورات سختگیرانه و کنترل شدید بر نحوه فعالیت رسانه‌ها، آزار و اذیت و توقیف خبرنگاران و ممنوع کردن پوشش مظاهرات دادخواهی زنان تنها شمار معدودی از این سرکوبی رسانه‌های در حاکمیت 20 ماهه طالبان بوده است. بسیاری از رسانه‌های موجود در افغانستان تحت فشار مداوم طالبان سیاست نشراتی خود را تغییر دادند و با خودسانسوری فعالیت می‌کنند. سانسور یعنی ای که اگر شما به مخالف خود اجازه پاسخ، اجازه پرسش و اجازه نقد را نتین، شما ای ذهنیت را در انظار مخاطب میتونین که پدیدار بسازین که شما از سوال و از نقد میترسین و ای در نفس خود میتونه چالش‌زا باشه. یافته های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می دهد که از جمله 600 رسانه صوتی، تصویری، چاپی و آنلاین بیش از نیم از آنان پس از آگست سال گذشته میلادی بسته شدند و متبقی به گونه بی پیشینه به سوی خودسانسوری روی آوردند. و این باعث شده که هیچ خبرنگاری، هیچ شهروند افغانستان که زیر حاکمیت طالبان زندگی می کنه، نه تنها در رسانه ها که به صورت خودمانی هم نتوانه فکر خود را و ذهنیت خود را بیان کنه. حسینه شیرزاد، سخنگوی سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، میگوید که یکی از رسانه های داخلی افغانستان از نشان دادن چهره و هویت او هنگام اشتراک در برنامه ها خودداری کرد. و اکثرا خبرنگاران وقت مورد فشار از طرف مالکین رسانه قرار بگیرن یا هم نگران از واکنش مخاطبین باشن یا هم نگرانی مالی و جانی داشته باشن و خودسانسوری می پردازن. بسیاری از خبرنگاران به دلیل تهدید امنیتی از صحبت درباره وضعیت خبرنگاران در حاکمیت طالبان ابا می برزند. اما یک تن از خبرنگاران که از گرفتن نامش خودداری کرد و صدای امریکا گفت که تهدیدها و شکنجه خبرنگاران از بزرگترین عامل‌های خودسانسوری در میان ادلا رسانان در افغانستان است. با گفته این خبرنگار مرد، موردی که بیشتر خبرنگاران را متقاعد می‌سازد تا خودسانسوری کنند، نبود نهاد مستقل برای دفاع از خبرنگاران است. یک خبرنگار زن افغان نیز که به دلایل تهدید امنیتی از ذکر نام و نشان دادن تصویرش ابا ورزید، با صدای امریکا گفت که خودسانسوری بیش از حد در رسانه‌های افغانستان به یک امر معمول تبدیل شده است. وقتی ما می‌خواستیم یک گزارش را روش کار بکنیم، ما مجبور بودیم که واژه‌های استفاده بکنیم که مطابق میل طالبان باشه و مطابق میل نظام حاکم در افغانستان باشه. و تا ما گوش می‌شد که خود ما بگوییم مستقیم با منابع ما می‌گفتیم که بر ضد طالبان صحبت نکنیم. در همین حال عبدالله سلجوقی، خبرنگار آزاد مقیم سویدن، از خودسانسوری با عنوان آفت خبرنگاری یاد کرد و میگوید که این پدیده صدمه جدی بر روند اطلاع رسانی وارد کرده است. بزرگترین و مهمترین عامل مؤثر بر فعالیت یک خبرنگار تأمین امنیت قلم و رسانه او است، چیزی که متاسفانه در افغانستان همکنون خبرنگاران از اون محروم هستند. با وجود اعتراضات مداوم خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه ها، طالبان آزادی اطلاع رسانی یا خبرنگاری را به رسمیت نشناختند و همواره تاکید کردند که حکومت آنها از رسانه های آزاد حمایت می کند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.